بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستین، در تمام دنیا، چی اروپا، چی استرالیا، ایران، آمریکا هستین، امیدوارم که خوش باشین، امیدوارم که همیشه زنده و شاداب باشین. عزیزان، وقتی دیگر اومدم خدمت شما عزیزان. چه خبر از ایران؟ روز دوشنبه ما داریم، میتونین به ما زنگ بزنین و به ما بگین چی خبر از ایران. بیننده روی خط که داره صحبت میکنه، گفتم وایسه که من بیام روی ایر، بعد صحبت بکن. بایی جان سلام، درود بر شما. مرسی، درود بر شما آقا شاکو. درود بر شما عزیز جان، بفرمایید. باشین، ممنون، سپاسگزارم. آقا شاکو جان، میخواستم برم دعا کنی. بله. تو کارم موفق بشم، که ایشالله رفتم، که بالاخره چی موفق بشم تو کارم، و برای همچنین خودم شخصا برای هموطنان عزیزم دعا میکنم. خدا رو شکر. روز موقعیت باشد و حالی کلن آدم باید چیز ایمانش رو قوی کنه به مسیح. بس خدا رو شکر. شما بفرمایید که من واقعا چیز حاجت میدونم. بالاخره من از اون زمانی که ایمان آوردم واقعا سبک شدم. خدا رو شکر. دعا شد برای شما، بیکاری شما حل شد، بس کار پیدا کردین. خدا رو شکر. باز دعا میکنم برای وضعیت جسمی شما. بودم چه یه مدت متعل هستم، بعد مشکل لکنت زبونم داشتم، از اون موقع خیلی بهتر شدم. خدا رو شکر. مثلا باورش برای بعضی رو سخت باشه، ولی چند وقت پیش خواب دیدم که یه نظر، ولی شک نمی کنم که خود مسیح بود. آمین. به سرم دست کشید به موام، برام نباش حالت خوب میشه. بس ای با ایمان بپذیر که خداوند عیسی مسیح به خوابت اومد و هم لکنت زبانت در خون میشه، که عالی داری صحبت میکنی، عالی، و بیکاریت هم حل شد. خدا رو شکر. باز برای دعا میکنم عزیز که در این کار جدید باشی، که امیدوارم خداوند بهت برکت بده. اگر ممکنه یه موقعی مثلا وقت داشتی تو برنامه توضیح بده، چون که ما الان تازه ایمان آوردیم، مثلا یه سری قانون و قواعدش رو نمیدونیم چجوریه، مثلا چیزه چجوری بگم، مثلا اون موقع مثلا که میخواستیم سر سفره قضا خوردن رو شروع کنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردیم و اینا، الان مثلا نمیدونم با چه کار کنیم. الان بهتون میگم. چشم، باشه قربان. مرسی که زنگ زدی، مرسی که بیننده هستی. گوش بدی. آره، از تلویزیون گوش بده عزیزم. مرسی. قربان تو. خداحافظ. مرسی. شب خوش. شب خوش. خب عزیزان بیننده، هر جای دنیا هستی، امیدوارم که خوش باشین، امیدوارم که همیشه لباتون خندون باشه، دلاتون شاد باشه. عزیزان هر جای دنیا که هستین، زندگی ما رو تلخ کردن اینا، ولی به نام عیسی مسیح دعا میکنیم که زندگی های همه ما با شادی آغاز بشه و این رژیم اهریمنی هم بره، که همه ملت ایران راحت بشن. الان مسائلی هست که براتون دارم میگم. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح، برنامه من خداوند تحت کنترل و حمایت و هدایت خودت قرار بده، و هرچی از زبانم بیرون میاد ای خداوند نام تو رو جلال بده، به مفید باشه برای هموطنان من ای قدوس. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ گیلونین عزیز، زنگ زنین می به برنامه مو در پیام آرامش هم میسم، چون اوره هی زنگ زنین، به خاطر اینکه من نیم گوشه همش بگیرم. گوشی بعد موقع مثلا برنامه تکراره، ولی موقعی که برنامه زنده دارم، مثلا امروز الان برنامه زنده، دوشنبه برنامه زنده است، پنجشنبه هم در امید جاودان برنامه زنده است، هم در پیام آرامش زنده است، که اونجا ساعت 1:30 شب 2 شب ایران میشه، ولی اینجا بهترین موقعی است که از ساعت 9
نوع شب ایران شروع میشه که عزیزان اگه دعا میخوایم براتون بشه یا حرفی دارین یا چی خبر دارین از ایران برامون زنگ بزنه. به ما گفتن که کمک به ما بکنین که این تلویزیون سر پای خودش بمونه و بعد اینکه این تلویزیون یک برنامه‌ای براتون میخواد بذاره که برنامه‌های عالی تلویزیونی باشه، نه اینکه مثلا بگه آقا این تلویزیون فقط مسیحه، نه، هم کلام خدا رو به شما میرسونه، هم تلویزیونی هست که برای شو تلویزیونی میذاره، فیلم براتون میذاره، کارتون برای بچه‌ها میذاره، دیگه هر چیزی که تنوع داشته باشه براتون میذاره. بس به ما کمک بکنید عزیزان، از روزی $1 شروع بکنیم، ماهی $30 میشه، به 300 نفر احتیاج داریم که به ما کمک بکنیم. مرسی که بیننده هستیم، مرسی که ما رو ساپورت میکنین، مرسی که به ما کمک میکنین، به این تلویزیون کمک میکنین که کلام خدا رو به گوش هموطنان تو برسونیم. برکت خداوند با تک تک شما عزیزان باشه. میخواستم اول شروع بکنم از صحبتهایی که چند تا فیلم برای یاسر جان فرستادم که این مدارس ایران در دور افتاده در جاهای محروم ببین چجوری هست که آقایون برای خودشون هر حرفی میزنن. در معلم میخواد برای کلاس درس در استانهای محروم دور افتاده تناب سیمی رودخونه میزنن به این ور اون ور، معلم با چی گرفتاری باید بره اون ور تا به بچه هایتون درس بده. بعدن یکی این، یکی دیگه فیلم داره اونجا، اگه بهتون داره الان پیدا میکنه بهتون نشون میده، ولی من دارم صحبتش میکنم. یه نفر دیگه داره میگه آقا ببین این کلاس درس، ببین با چی وضعیتی بچه ها دارن درس میخونن. همه اینا رو دیدی، ما 30% شاید بگم یا 40% کمبود کلاس های آموزشی و با مدارس و نمیدونم فلان معلم و چیزهای دیگه داریم، بعدا میخوان اینا 30,000 خونه برای سوریه بسازن، نمیدونم مدارس برای سوریه بسازن، آموزش ببرش برای سوریه بزنن. آخه ملتی که، مملکتی که این همه ثروت داره و ملتی که احتیاج به این ثروت ایران دارن که کلاس های درسشون آماده بشه، برای بچه هاشون آماده بکنن، یا نمیدونم به مردم بیکار کار بدن یا گرسنه سیر بکنن، 3% زیر فقر. 3% که چه، 30% زیر فقر، ولی 3% میگن که اصلا مثل آفریقا میمونن، از نظر غذایی نمیتونن غذا بخورن. 3% در کل ایران میشه 85 میلیون، حساب بکنین 3% چقدر میشه، 2,500,000، 3,000,000 آدم سوی تغذیه دارن. این آفریقا چجوریه؟ ایران به این عظمتی، ایران به این ثروتمندی سوی تغذیه دارن. مثلا سیل زدگان توی سیستان و بلوچستان اومد، قبلا گلستان بود، سیل زده در نمیدونم توی خوزستان بود، زلزله در کرمانشاه بود، زلزله در جاهای دیگر بود. این خرابی ها هنوز از 2.5 سال به این ور هنوزم که خرابی داره میاد، این خرابی ها درست نمیشه. بعد ما قراره که برای سوریه، آقا از نظر انسان دوستی خیلی خوب آدم به کشورهای دیگه وضعش خوبه انسان دوستی بگونه. مثلا سفیر سوئیس حدودا 2,500,000 نمیدونم چقدر دلار دارو فرستاد برای ایران. دارو ما تحریم نیست، آمریکا 1,000 بار اعلام کرد دارو جزو تحریمات نیست، ولی همین دارو رو که سوئیس داد برای سفارت ایران که ببره ایران، همین فردا میبینی در بازار آزاد دارن میفروشن. بس مردم به سیل زدگان کمک میکنن، بعد همین کمک ها رو میبینی شما در بازار آزاد دارن میفروشن. سپا میبره مثلا توی بازار آزاد میفروشه، یه دولت مردان میبرن توی بازار آزاد، کمک های مردمی خودشون که کمک نمیکنن،
کمک های مردمی هم میبرن تو بازار آزاد میفروشن. آخه به این دولت شما چجوری اطمینان میکنین؟ چطور تراس میکنین به این دولتی که هر گونه گرفتاری برای ملتش میخواد ولی برای بیگانه داره کار عمل انجام میده؟ برای سوریه، برای یمن دل میسوزونه، برای لبنان. یکی من برای یاسر جان فرستادم که ظریف و رئیس جمهور همه اینا میگن ما وظیفه خودمون میدونیم که برای فلسطین، برای سوریه، برای لبنان، برای همه جا میگه پول بفرستیم، کمک بکنیم به غیر از ایران. نمیدونم الان اونا رو به دست فرستادم برای یاسر جان، نمیدونم به دستش رسید یا نه. بیا نگاه بکنین، شما دارین میبینین کمک ها، ببینین هزارون آواره همه منازل آسیب دیده، بدبختی داریم بدن همه از ببین. اصلا شما بخونین ببینین، فقط برای مردم تبلیغ میکنن، عمل انجام نمیدن، فقط تبلیغ. مردم توی آبن، توی زلزله، توی چادر دارن زندگی میکنن، تا کانکس دارن زندگی میکنن، بوجاره همه رو میدن برای جای دیگه، یا میدوزن یا بوجاره میدن برای سوریه، برای نمیدونم فلان. ببین شما نگاه بکنی، مثلا معلم میخواد بره سر کلاس درس، ببین با چه وضعیت بدبخت میخواد بره برای بچار درس بده که این بچه ها بی سواد در نیان. خب شما نمیتونین یه پول بزنین که آقا این جای معرومه، یه پول معمولی تنابی بزنین لاغل مرد راحت با قدم زدن بره. این همه شما تو چین، آقا چین کرونا اومد، این مریضی کرونا اومد که همه رو این داره میکشه، در 10 روز بیمارستان سیار پیش ساخته درست کردن. آقا شما نگاه بکنین، ما پول کم نداریم تو ایران، مردم ایران. باز میگم ما مقصریم، چون اینقدر بها میدیم به اینا، اینقدر این سلبریتی هایی که مزدورم به خصوص اینقدر بها میدن به اینا، ما مردم ایران. ببین این همه بدبختی بیچارگی داریم ما، تمام این دولت مردان کمک دارن میفرستن برای اونا. یه فیلم هم دیگه از یاسر جان که ظریف داره صحبت میکنه، میگه ما کمک بکنیم به لبنان و به فلان، اگه اونم لطف بکنی بذاری من دارم صحبت میکنم هر وقت دوست داشتی. اینا فقط همه همغمشون اینه که به فلسطین و به تروریست های لبنان و به تروریست های یمن و به تروریست های مثل اینه. نگاه بکنیم بین چی میگه، من صحبت نمیکنم، صحبت رو گوش بدین شما. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم. این افتخار ماست. به خاطر اینکه اونهایی که خودشون رو با رژیم صهیونیستی متحد کردند در منطقه جایی ندارن. اونایی که امروز دارن تلاش میکنن از طریق یک اتحاد پوشالی با آقای نتانیاهو به حکمرانی برسن، اینها ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، دارن بر باد خانه میسازن. نگاه بکنین جماعه، گوش دادین، فقط دل میسوزونن برای کشورهای دیگر. میگه ما افتخار میکنیم که به فلسطین و به لبنان و به یمن و به فلانجا کمک میکنیم. فقط بیگانه پرستن اینا، اصلا در فکر ملت ایران و ایران نیستن. خزر رو میدن میره، میخوان کیش رو بدن. مردم اگه شما هوشیار نباشین باور بکنین، فکر میکنین حالا شما دارین مثلا زندگی میکنین، نگاه بکنین با طبیعتتون چی بلایی آوردن. ما یا همه دارن میمیرن، دریا مثلا پرنده ها در شمال همه دارن میمیرن. ببین شما وضعیت مدارس نگاه بکنین، نماینده کنوج ببین چی میگه.
ترامپ بگی 3 میلیون میدیم ترامپ به قد برسونن. برو تو این 3 میلیون برای این بچه ها درست بکن، 3 میلیون برای 4 تا مدرسه درست بکن. تو نمیخواد ترامپ بکشی، تو کی هستی تا بگی ترامپ برای ترامپ 3 میلیون؟ آقا 3 میلیون یعنی چی؟ اصلا یه حرفایی میزنین که ببین هم ایران سبوق میکنین هم مسخره میکنین خودتون رو در دنیا. اگه ملت شما هوشیار نباشین، کیش شما رو دارن میدن به اجاره 25 سال. رفت تا حالا این همه که از ایران رفت چیزی نگرفتیم و نخواهیم، نمیتونیم بگیرین. اینا هم که رفت نمیتونیم بگیرین. حالا که نرفته باید بیان اعتراض بکنین. این دیگه اعتراض چیز نیست که بگیم آقا من اومدم اینجا دولت بیندازم. همه بیاین بیرون اعتراض بکنین که آقا شما نمیتونین کشور ما رو تیک پاره بکنین بدیم به این اون، به چین بدیم، به نمیدونم شور روسیه بدین، به کشورهای دیگه بدین. نذارین که تیک پاره بشه. آثار باستانی شما رو دارن داغون میکنن. دریاچه ارومیه داغون شد، زاینده رو داغون شد، کارون داغون شد، خزر رفت، کیشو دارن میدن. بس خلیج فارس تمام سرمایه‌اش همه رو به جایی که مردم صیاد ایران اونجا برای دوزا پول ببرن همه رو دادن به چینیا، زیرش مرواری پرواری همه رو برداشتن. ما ملت ساکتیم، ما ملت میترسیم. نمیدونم از چی میترسیم. چطور شما اگه 50 میلیون آدم بیرون بیای اینا چیکار میخوام بکنم با شما؟ واقعا چی میخوام بکنم با شما؟ من داشتم همینجوری داشتم از این صحبت میکردم، کتاب باز کردم، ایوب اومد درست به اینا میزنه، میگه نمیخواستم کتاب بخونم ولی خداوند همیشه اینا فکر میکنن که در رأس حکومتن، به پول مردم دارن میچاپن، به دزدی دارن میکنن، به خانواده‌هاشون رو با دزدی میتونن سلامت انجام بدن. نه، ببینیم خدا چی میگه. میگه سخنان میگه میدانی که از زمان قدیم، از وقتی که انسان برای اولین بار بر زمین نهاده شده، سعادت و خوشی مردم بدکار همیشه ناپایدار بوده. اونایی که آدمای بدکارن میگه همیشه ناپایداره زندگی‌هاشون، زندگی متزلزلی دارن. میگه آنها هرقدر در زندگی پیشرفت کنند و جا و جلال سر به فلک بکشد، سرانجام مانند فضله خود دور انداخته شده برای همیشه نابود میگردن و آشنایانشان میگوین آنها کجا هستند. این همه دولت مردای دیکتاتور اومدن، هیتلر و دیگه نمیدونم موسولینی و کی و کی و کی، این همه آدم اومدن کجا رفتن؟ اینا چی بردن با خودشون؟ آیا موفقیتشون مونده اینجا؟ مثل خداوند میگه مثل فضله خودشون نابود میشن. فضله چجوری از شکم بیرون میان نابود میشه؟ مثل فضله نابود میشن. یک سبای اینا زندگی میکنن، فکر میکنن مادام عمر زندن، در صورتی که ای بسیجیان، ای دولت مردان، شما مادام عمر زندگی نمیکنین. شما آدمای بدبختی هستین کسایی که فکر میکنین مادام عمر زندگی میکنین. فکر میکنین این چند سبام زندگی خوب دارین، فرزندانتون میبینین با پول دزدی بیرون، خودتون دارین غارت میکنین، دارین میکشین. مثل میگه فضله آدمی انداخته میشین دور، نابود میشین. میگه همچون خواب و خیال محو میشوید و دیگر دیده نخواهید شد. صدام کجاست؟ قذافی کجاست؟ هیتلر کجاست؟ چنگیز کجاست؟ مغولا اومدن کجا؟ اینا کجا هستن؟ آثاری از اینا میبینی؟ اینی مردم اسرائیل وقتی هولوکاست رو به وجود آورد، هیتلر کشت، یک نفر نه هیتلر رو تمجید میکنن ازش، نه هیتلر رو میگن اسم پسرم بیزارم هیتلر، چون میدونن هیتلر چی فجایعی با
یهودیان کرده. 6 میلیون آدم تو کره. آقای خامنه ای میگه اینا افسانه هولوکاسته، افسانه هولوکاست. ما هر روزه در ایران هولوکاست داریم. در از 3 روز 1500 نفر به تیر بستن در آبان ماه گذشته. چند روز پیش 20 نفر اعدام کردن در رجای شهر، بازم دارن اعدام میکنن. برای اون 14 نفری که امضا کرده بودن که آقای خامنه ای استعفا بدی، 76 سال براشون زندانی بستن جمع. اینا کارشون تروره، کارشون کشتاره، کارشون نابود کردن ایران و ایرانیه. حالا ما ملت بشینیم نگاه بکنیم. منی که نشستم دارم نگاه میکنم، فکر میکنم در امنیتم. باور بکنی امنیتت شما ثباتی نداره، چندی بعد همه بی امنیت میشین در کل. وقتی اقتصاد الان دیگه داغون داغون شده، پولای شما رو میخوان یه جوری از جیب شما بدوزن که بتونن مثلا به 4 نفر 4 ماه دیگه، یا دارن منت و خواهش میکنن از این ور از اون ور که با آمریکا مثلا آشتی بکنن. اگرم با آمریکا اینا آشتی بکنن، اولش که باید اینقدر امتیاز بدن به آمریکا، اینقدر امتیاز بدن به دنیا، چیزی برایشون باقی نمیمونه. ولی بازم نمیتونن سرشونو بلند بکنن، فکر میکنن که مثلا بخوان تحریم بکنن، مثلا بیان با اینا آشتی بکنن که همه چی درست میشه. فکر میکنن که همین فردا آشتی بکنن، فردا این تحریم ها از بین میره. نه، این تحریم ها تا بخواد آشتی هم بکنن، تا بخواد برداشته بشه 3 سال 4 سال طول میکشه. اگه یاسر جان من آماده است، بریم یک سرودی گوش بدیم، بیایم خدمت شما عزیزان. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم. امانوئیل ای خالق دنیا، امانوئیل قوت عطا فرما، امانوئیل ای قادر یکتا، امانوئیل 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 عیسی. با فیض عیسی پیروز گشته این بر دنیا، با نام عیسی فرو می‌ریزیم قلعه ها. با فیض عیسی پیروز گشته این بر دنیا، نام عیسی فرو می‌ریزیم قلعه ها. امانوئیل ای فاتح دنیا، امانوئیل فیضت فزون فرما، امانوئیل از بحر کلیسا، امانوئیل 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 عیسی. بالشگر آسمانی شویم هم صدا، حاویه را غارت کنیم در نام عیسی. بالشگر آسمانی شویم هم صدا، حاویه را غارت کنیم در نام عیسی. امانوئیل ای فدیه دنیا، امانوئیل رحمت عطا فرما، امانوئیل بر مردم دنیا، امانوئیل 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 عیسی. بیایی جشنی بپا کنیم بحر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا. بیایی جشنی بپا کنیم بحر عیسی، جشنی برای سردار لشکر خدا. امانوئیل ای شاه بی همتا، امانوئیل شکرت کنیم هر جا، امانوئیل
درودی دوباره به ملت عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستین به ما رو میبینین، امیدوارم که دلاتون خوش باشه، شادی بر لباتون باشه، خندون باشین، همیشه شاد و سرزنده باشین. امیدوارم که ایرانی هر جای دنیا هست سربلند و سرافراز باشه. واقعا دوست داریم که ایرانی خودمونو ببینیم، یک روزی در هر جای دنیا هست افتخار ایران باشه و واقعا رژیمی بر ایران حاکم باشه که ایرانی رو بلند بکنه. و این همه میگن که ایرانی این همه سواد و این همه نخبه داریم، ولی میگن که اینا رو همه رو دارم میفرستم بیرون، چون اینا آدمای باسواد نمیخوان، اینا آدمای بیسواد میخوان، اینا چون خودشون بیسوادن میخوان آدمای بیسواد بشن. نمیگه که اون ورزشکاری که این همه زحمت کشید اول شد، برای افتخار آورد برای ایران و ایرانی، به همین سادگی آدم نمیفرسته برای یه کشور دیگه. چقدر تا حالا ورزشکارای ما رفتن؟ یا خلبان صحبت میکنه، تو بگونم توی سایدهای مجازی دیدین شما، خلبان داره صحبت میکنه توی تلویزیون ایران هم صحبت میکنه، گفت آقا چرا شما با این هواپیما پرواز میکنیم؟ میگه آقا ما رو اجبار میکنن. میگیم که مثلا ترمز هواپیما خرابه، یا من نمیدونم چرخ هواپیما یا یه قطعه از هواپیما خرابه، میگیم نمیتونیم پرواز میکنیم. میگه زور به ما میگم باید پرواز بکنی، اعتراض هم میکنیم میگیرن. پسر اعتراض کرد تو تلویزیون به خاطر که مردم نجات بده، برای جون انسان ها ارزش قائل بود، تو ماشین اومدن اینو جلوش گرفتن دستبند زدن. بعد فیلم فرستاد، گفت واقعا برای خودم متاسفم، برای جامعه ایران متاسفم، برای همه چیز متاسفم، من دفاع از ایرانیا کردم، من دارن گرفتن دستگیر کردن. آخوند جماعت همینه. شما مثلا میخواین از این آخوند جماعت معجزه ببینین؟ شما چه چیزی میخواین از ایشون، از اینا بگیرین؟ چه انتظاری از این آخوندها دارین شما؟ شما ببینین ذره ای از دریای انتظاری که شما دارین، اینا یک دسته از اون انتظارهای شما رو برآورده خواهن کرد. باور بکنین نمیکنن، بلکه بیشترم میکنن برای شما. میگن آقا ما مثل ونزوئلا نشیم، ما مثل سوریه نشیم، ما مثل فلان کشور نشیم. آقا ما مثل همه کشورها شدیم، بدبخت شدیم مثل از نظر اقتصادی مثل ونزوئلا، ویران شدیم مثل سوریه، نمیدونم آواره داریم، کلی مردم آواره شدن. ما منتظر چی هستیم؟ من آخون جماعت زالوه، اسم آخوند یعنی زالو صفت، آخوند یعنی زالو، یعنی خون مردم میمکه، خون کشورتو میمکه. دستاشون یابگونی از خانوما ظریفتره دستاشون. آخوند جماعت زالو صفته، الان زالو صفت خود زالوست که خون شما رو میخوره، تمام مردمو آواره میکنه، کشور شما رو به حراج میده و داره میده. ما منتظریم که اینا چی بکنن برای ما. واقعا ما مردم ایران، شما منتظریم که این آخونده برای شما چی انجام بدن، چی کار انجام بدن؟ اینا فقط در فکر دزدی و نابود کردن و قدرت خودشونن، که هم با سرکوب قدرت خودشونو در ایران داشته باشن، هم با سرکوب بتونن پولای شما رو بردارن بدن به تروریستای منطقه، که منطقه بگن ما هستیم. مثلا عراق الان اونجا جمهوری اسلامی پول میده که مردم عراق بزنن بکشن، اون سپای الشعبیه چیه، اونو میدن، به اونا میدن پول. در لبنان به حزب الله دارن میدن، به یمن یوسیا میدن، به اسد دارن میدن که مردم خودشون نابود بکنن. اینا من ببین هر چی داد فریاد میکنم، هر چی حقیقت ما اینجا میگیم عزیزان، اینا حقیقته. یک روزی از خواب بیدار میشیم میبینیم که همه چی نابود شده. تنها هواپیمایی که به چین میره میاد ماهانه، همه کشورها نیمبند بستن،
مردم رو نمیفرستن دیگه تو چین و بیان به خاطر این مریضی کرونا. ماهان تازه قرارداد دوباره جدید بس که ببره بیاره. مردمی که مثلا از چین وارد اروپا میشن اینا رو قرنطینه میکنن، اینا رو مواظبت میکنن، معاینه میکنن، ببینن سالمه، اگه سالم نیست ببرن اینا رو مداوا بکنن. ولی ایران چینی‌ها رو میارن، از ترکیه میارن ایران، از ایران میبرن. خب این اگه کسی کرونا داشته باشه ویروسی است که وارد وقتی بشه به همه سرایت میشه. تو ایران هم وارد شد، ایده زیادی الان گرفتن، در آذربایجان میگه شد، در جای دیگه شد. اینا اصلا براشون مهم نیست که شما ویروس و کرونا بیاد شما رو کرونا بگیره بکشن، ملت ایران نابود شد، مهم نیست براشون. ما ملت نشستیم ببین همه این گرفتاری هم دیدید، همه این گرفتاری از یک دین قضایی اسلام میاد. تمام ایرانی ها چوب بدبختی و بیچارگی دین اسلام دارن میخورن که 1400 سال بر ما مسلط شد، تسلط پیدا کردن. از 1400 سال به این ور دارن نار نابود میکنن. موقعیت نداشتن 41 سال موقعیت پیدا کردن. بین چی بلایی دارن سر شما میارن. بچه وقتی ورزش میکنه با روسری و با تمام لباسا داره کاراته میکنه یا والیبال میکنه، وقتی میاد بیرون هم برایش امنیت قائل میشن، هم تیکرش میکنن، آزاد معاش بیرون میاره، لباس ورزشی میپوشه ورزش میکنه، بهش میرسن. یه ورزشکار در ایران چی کی میرسه بهش؟ میبینی ورزشکار داره میره رانندگی میکنه، داره سیگار میفروشه، یا نمیدونم داره دست فروشی میکنه. بعد آخوند اونجا هست کتاب علمی پزشکی رو آتیش میزنه، میگه من علم از امام رضا بهتون میگم، شما اینو گوش بدید. واقعا ما ملت اینا هم دارن به شعور ما توهین میکنن، هم ما رو میگن که اینا نمیفهمن. هر کاری هر بلایی سر ایرانیا بیارن میتونیم بیاریم، و در دنیا ما رو بی آبرو کردن، بی شخصیت کردن. از نظر اقتصادی آخر آخریم، 171 یا 179 تا آخریم. از نظر ویزایی پاسپورتی آخریم. هیچ جا پاسپورت ایران قبول ندارن، هیچ جا ویزا نمیدن به ایرانیا، خیلی کم، به زور به زختی باید یه جا، به جز که ترکیه که از کون ایران داره میخوره، داره میچاپه ایرانو، مردم را میده اونجا، بعد میگه بیاین اونجا خونه بخرین 250 میلیون 300 میلیون. مثلا 250 هزار دلار، نه میلیون، 300 هزار دلار، خب برای ایران میشه میلیارد دیگه. یه خونه میفروشم بیام بهتون ویزا. مردم هم میگن که همین بیایم اینجا یه خونه بگیریم آزاد، در آزاد. خود چرا کشور خودت آزاد نمی کنی؟ در آزادی کامل در کشور خودت بهترین جای دنیا زندگی بکنی. چرا شما این کار رو نمی کنین؟ چرا یک قدم نمیزنیم بیرون؟ 70 میلیون آدم بیرون بیرون، تمام فرزندان شما رو یکی یکی دارن میگیرن میکشن، به سادگی هواپیما رو میزنن 776 نفر میکشن. اصلا انگار نه انگار، 3 روزم دروغ میگن، تمام دنیا دیگه اینقدر مدارک دیدن اینا رو محکوم کردن. بعد ما به این آخوندا وز شدیم. بیزا بقیه یه آیه هم بخونم بند نیست. میگه بدکاران دیگر دیده نخواهند شد و از جایی که زندگی میکردن برای همیشه ناپدید میکردن. فرزندانشان از مردم فقیر گدایی میکنن و همه آنچی را که از مردم به زور گرفتند پس میدن. بدنهایشان که زمانی جوان و نیرومند بود به گور میرود و به خاک میشود. آنها از شراله لذت میبرن و طعم آن دهانشان را شیرین نگه میدارد، اما آنچی را که میخورند
در شکمشان ترش کرده به زهر مار تبدیل می شود. خدا این آیه را الکی نگفته، این قرآن نیست که بقای قرآن برای خدای محمد از کمر با پایین خودش هی آیه بفرسته آخر هم همه شما رو بگه برین میرین به جهنم. ما چی اسلام رو چسبیدیم؟ اسلام اگه قبول کردین نوش جونتون، اگه اسلام واقعا خوند قبول کرد نوش جونتون، ولی نخونده غیرتی نشین، برین اسلام رو بخونین واقعا اگه قبول کردین نوش جونتون. کتاب ببین کلام خدا باعث زندگی تو تبدیل بکنه، کلام خدا باعث شخصیت تو عوض بکنه. اگه شخصیتت عوض شد، زندگی تبدیل شد، آدم مثل انسان شدی زندگی میکنی، نه دروغ میگی، نه سر کسی کلا میذاری، نه کسی رو میکشی، نه کسی رو میخوای نابود بشه، نه با کسی نفرین میکنی، نه جادو جنبل میکنی، اگه اینا رو نمیکنی بدون اون کلام، کلام خداست که شما رو بس رای راست آورده. و برادر عزیزم که پرسیدی که ما که مسیح هستیم وقتی غذا میخوریم چوری دعا میکنیم، اون موقع مسلمون بودی یه بسم الله میگرفتی میرفت، یا شکم از سیر میشد آخر میگفتی خدا رو شکر. ولی مسیحیت اینجوری نیست، غذا رو که داری میخوری قبل از که غذا رو بخوری، حالا چند نفر هستین، یا دست هم دیگه میگیرین یا نمیگیرین، از فرقی نمیکنه، دعا میکنین برای اون برکتی که خدا به شما داده و دعا میکنین که خداوند اون برکت به جانم سلامتی بده و به خانوم خانه من بیشتر برکت بده. از خدا تشکر میکنی که اون غذا رو داری میخوری قبل از که غذا رو خوردی. ولی مسلمونا نه، غذا رو میخورن آخر میگن خدا رو شکر، تازه اونم نمیگن، خیلی کم، بعد یه دوای چند نفرم که میگن خدا رو شکر مثلا وقتی شکمش سیر شد. برار ما ملت ایران بایستی خودمون در فکر خودمون باشیم، باید خودمون آزاد بکنیم، در فکر این نباشیم که امریکا بیاد ما رو نجات بده یا کشورهای اروپایی بیان ما رو نجات. هر که هر ملت، هر دولتی برای ملت خودش سنگ به سینه میزنه. آمریکا به خاطر منافع ملت خودش به کشور خودش سنگ به سینه خودش میزنه، دولتهای انگلیس، اروپایی، همه. روسیه که این همه داره از ایران میچاپه، یک دلار هم خرج نمیکنه. ما رفتیم دامن یک کسی که همش میخواد تیک پاره بکنه کشور ما رو، دریای خزر گرفت داد به اون چهار تا همسایه ما، بیشتر برای خودش برداشت، نمیدونم ترکمنچای اون موقع برد، گلستان بردن. هر وقت به روسیه ما وصل شدیم تیک پاره شد ما، کشور ما، یه چیزی از ما رفت. به کشورهای دیگر وابسته نباشیم عزیزان، به خودمون وابسته باشیم، به خودمون تکیه بکنیم. هیچ کس ما رو نجات نمیگه، مثال نداریم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. خودمون میتونیم خودمون رو نجات بدیم، اینقدر در فکری نباشیم که کشورهای دیگه بیان ما رو نجات بدن. همه ما یک غیرت، یک قدم بیرون، یک قدم تا پیروز بشین. 70 میلیون آدم بیایم بیرون، اینا 10 میلیونن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. 70 میلیون آدم وقتی بیایم بیرون، اینا رو نابود میکنن، میرن، اینا فرار میکنن. ویلا اگه اینجوری باشین کشورتون نابود میشه. اینا داعشن، از داعش داعشترن، اینا هولوکاست از هولوکاست هولوکاسترن، اینا نمیدونم نابود کننده بشرن، اینا زالو هستن که وقتی به جان ملت ها میفتن همه رو نابود میکنن. آخوند یعنی نابود کننده، آخوند خوب میدونی چیه؟ آخوند خوب یعنی مرده. آخوند اگه مرده باشه خوبه، آخوند خوب وجود نداره. به هر حال گفتنی ها رو گفتیم عزیزان به شما، واقعا هم سربلندی و سرافرازی برای ملتم میخوام، برای ایرانم میخوام،
و دعا میکنم به نام عیسی مسیح امروز دست پربرکت و پرفیض خدا با تک تک ایرانیا باشه و اون شجاعت و اون هوشیاری رو به ایرانیا بده که یه قدم بذارن بیرون و خودشون رو آزاد بکنن و بدون اینکه دست خدا پشتیبان شماست، چون خدا خودش گفته در کتابش که من ایرانی ها رو نجات میدم و تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار میکنم. شما رو به خدا میسپرم تا وقتی دیگر، بدرود تا درودی دیگر عزیزان. مرسی که ما رو نگاه کردید. یاسر جان اگه مرسی، بدرود.